گره کور بودجه سال 1400. رهبر ایران با کاهش سهم صندوق توسعه ملی مخالفت کرد. 50,000 میلیارد تومان به دردسرهای دولت اضافه شد. در ادامه برنامه امشب، ربودن مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه از ترکیه تا عراق. سرویس‌های اطلاعاتی ایران تا کجا نفوذ دارند و چگونه عمل می‌کنند؟ تلاش کردند قاضی‌های دیوان عالی را مجاب کنند، رأی 20 میلیون آمریکایی را باطل کنند. تایید پیروزی بایدن در کالج الکترال پس از 6 هفته انتظار. رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌گوید حرف مردم و دموکراسی بر کرسی نشست. و امضای تفاهم‌نامه تاریخی همکاری بین فدراسیون‌های فوتبال اسرائیل و امارات. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. گره بودجه سال آینده ایران روز به روز کورتر می شود. انتقادها درباره کسری بودجه و پیشبینی‌های نچندان واقع بینانه دولت از درآمدهایش در سال 1400 کم بود. نامه دفتر رهبری هم اضافه شد. نامه‌ای که در آن با درخواست دولت برای کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفتی و همچنین برداشت حدود 3 میلیارد یورو از این صندوق مخالفت شد. اقدامی که خلأی 50,000 میلیارد تومانی در بودجه ایجاد می‌کند. به همین دلیل مجلس از دولت خواسته که بودجه را اصلاح کند و گفته این بودجه سیاسی است. اساساً چقدر این بودجه منطقی است و آیا دخالت رهبر چالشی بر سر راه دولت است؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدین. بودجه سال 1400 رو دو هفته پس از رفتن لایحه بودجه سال آینده به مجلس، حساب و کتاب‌های دولت درباره خرج و مخارجش با یک نامه به هم خورد. مسئله رفع تحریم که مسیر اوله. یک هفته قبل از ارسال بودجه، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای اجازه خواسته بود که به جای 38% تنها 20% درآمد صادرات نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. حالا رئیس دفتر رهبر ایران در پاسخ به آن درخواست نوشته: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت خام و معدنیات گازی مازاد بر 1 میلیون بشکه در روز 38% منظور گردد. برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نیست. به گفته رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس، این به معنی کاهش 50,000 میلیارد تومانی درآمدهای دولت است و پیشنهاد کرده دولت بودجه را اصلاح کند و دوباره به مجلس بفرستد. وزارت اقتصاد میگوید بدون تعیین مالیات یا مالیات دهنده جدید روی بالا بردن درآمدهای مالیاتی حساب نکنید. پایه‌های جدید مالیاتی اگر تونستیم اضافه بکنیم که توی سال 1400 انعکاس مالی داشته باشه، یعنی بگیم بسمی تعالی به این پایه مالیاتی که تا الان مالیات نمی گرفتیم اضافه شود و اینم در سال 400 به خزانه بنشیند. از زمان انتشار لایحه بودجه انتقادهای گسترده ای از پیشبینی دولت درباره درآمدهایش مطرح شده، مخصوصا با توجه به اینکه دولت روی صادرات روزانه 2,300,000 بشکه نفت حساب باز کرده. Thank you. این پیشبینی به نظر می رسد روی حساب این است که با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن آمریکا به برجام برگردد و تحریم های ایران را کم کند. چیزی که بعید است بدون مذاکراتی طولانی و امتیاز دادن اتفاق بیفتد. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد که بودجه 1400 با اتکا به نتایج انتخابات آمریکا تدوین نشده. ولی فعلا دولت باید به این فکر کند که می‌خواهد 50,000 میلیارد تومان از هزینه‌هایش کم کند یا که به دنبال منبع درآمد جدیدی بگردد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی.
برای گفتگوی بیشتر در این باره محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر اقتصاد سیاسی از تهران با ماست و کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای سبزعلی پور با شما شروع بکنیم. میبینیم که مقام‌های ایران میگن که روی درآمد مالیاتی نمیشه حساب کرد، همزمان میبینیم که رهبر اجازه کاهش سهم صندوق توسعه ملی رو نمیده و میدونیم که فروش روزی 2,300,000 بشکه نفت هم به اعتقاد بسیاری خیلی جاه طلبانه است تصور این که بشه چنین فروشی اتفاق بیفته. دولت چطوری میخواد 1400 رو از سر بگذرونه؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون، خدمت شما عرض کنم که بودجه سند بسیار مهم مالی کشوره که به هر صورت بایستی به این سند خیلی عمیق و خیلی خدمت شما عرض کنم که اساسی پرداخته بشه و این رو به صورت واقع بینانه دولت‌ها بنویسند و برنامه خودشون رو برای سال آینده طوری تنظیم بکنن که این بودجه به طور کامل محقق بشه، چون تمام مشکلات مردم رو میشه در داخل این بودجه جستجو کرد. اگر بودجه رو بد ببندن، سال آینده ما با مشکلات زیادی حتی در سر سفره مردم مواجه خواهیم بود، و اگر درست ببندن بودجه رو و درآمدهای درستی رو بهش اتکا بکنن و در داخل بودجه بیارن که محقق بشه، حتما زندگی مردم هم در رفاه خواهد بود و کشور هم به خوبی خواهد چرخید. اما در ارتباط با بودجه 1400، اگر بخوایم مستقیم بریم سر اصل مطلب و راجع به این قضیه صحبت بکنیم، من باید خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه بودجه سال 1400 بودجه خیلی واقع بینانه نیست و قابل دفاع نیست. اصلا این بودجه 1400 به نوعی رویایی بسته شده و دولت با توجه به اینکه بودجه 1400 بزرگترین و کلانترین بودجه تاریخ ایرانه، از بابت اعداد و ارقام اگر بخوایم نگاه بکنیم امسال به جایی رسیدیم که سنگین ترین بودجه تاریخ ایران بسته شده و این بودجه‌ای که امسال بسته شده بایستی طوری اعداد و ارقام و درآمدها و منابعی که توش به هر صورت در نظر گرفته شده گنجونده میشد که حداقل سال آینده بخش اعظمی از این محقق میشد، ولی ما میبینیم همچنان که در گزارش شما یا خود شما اشاره فرمودید به یک سری مسائلی دولت تکیه کرده در داخل این بودجه که این بودجه رو با اما و اگر مواجه کرده. یعنی دولت اومده به صورت اینه که اما اگر، مثلا اگر اینجوری بشه من این رو در بیارم، به این استناد کرده و فروش نفت، دولتی که از ابتدا قرارش بر این بوده که بودجه ای رو خواهد بست در آینده یا در سال آینده که این بودجه اصلا اتکا به نفت نداشته باشه یا کمترین اتکا رو داشته باشه، ولی ما میایم ببینیم در سال 1400 بیشترین اتکا رو به نفت بودجه امسال داره و اگر این بودجه و اون نفت فروش نره اصلا پولی در کار نخواهد بود و درآمدی محقق نخواهد شد، مگر اینکه دست بکنن تو جیب مردم و از جیب مردم بخوان به حساب بودجه رو تامین بکنن که اون هم باز نشدنیست. در این حال میتونم بگم که علارغم اینکه شما فرمودید آقای روحانی گفتن که بودجه رو به چشم انتخابات آمریکا ندوختند و تدوین کردن، ولی من میتونم بگم که بودجه رو خیلی رویایی و به امید بایدن و به امید رفع تحریم ها بستن. یعنی این تصور براشون بوده که بله آقای بایدنی میاد وارد برجام میشه، رفع تحریم ها رو انجام میده و نهایتا بعد از رفع تحریم ها ما یک مرتبه از صفر، نفت صفر که تا الان به هر صورت صفر بوده، افزایش پیدا میکنیم، میریم به 2,300,000 بشکه در روز و اون نفت رو میفروشیم، که یک همچین چیزی امر محالی است که اتفاق بیفته. ولو اینکه اگه قرار باشه تحریم ها رو هم بردارن، این تحریم ها در از یک ماه و دو ماه و سه ماه اتفاق نخواهد افتاد. این باید که مذاکراتی رو داشته باشه که خودش طولانی مدت هست. بسیار عالی. آقای دادخواه شما چه فکر می‌کنین؟ عدد رقم ها رو که می‌ذاریم کنار هم بعید میدونم بعید به نظر میاد دولت دخل و خرجش با هم بخونه. بله، مشکلات اقتصاد ایران و مشکلات بودجه ایران یکی دوتا نیستش. ما با لازم بفهمید بسیار اوقات صحبت میگن که این پول ریال یا تومان یا دلار،
حالا این دلارای چجوری دارن حساب میکنن؟ دلارای 4000 تومانی یا دلارای 25000 تومانی؟ به علاوه مشکلاتی که در اقتصاد ایران هست یکی دوتا نیست. در درجه اول مسلمه که این کار آقای روحانی درسته که سعی کنه مشکلات رو با آمریکا و کشورهای دیگه حل بکنه. اگر اینا حل نشه مشکلات ادامه خواهد داشت. این شماره یک. و دوم اینیست که الان درآمد دولت باید مقداری از طریق مالیات ها بیاد و این تمام آقازاده ها، تمام کسانی که این شرکت هایی رو دارند، اینا هیچ کدومشون مالیاتی پرداخت نمی کنن. در نتیجه تنها چیزی که آقای روحانی آخر کرد اینست که بره از بانک مرکزی قرض بگیره. این یعنی انتشار اسکناس، یعنی اینکه قیمت کالاها بازم بالا و بالاتر بره. خوب توجه بکنید که این اشکالات سالهاست داره ادامه پیدا میکنه. ایران باید این مسائلشو با کشورهای دیگه به خصوص آمریکا حل بکنه، وگرنه کشورهای مثل چین و کره و دیگه میان کلاشو برمیدارن. آقای بفهم در درجه دومی نیست که بایستی حساب و کتاب برقرار بشه. اینی که دلار بازار آزاد 25000 تومنه و بعد دلار رو برای به آقازاده ها 4000 تومن میفروشن، این یعنی چی؟ این چه داستانیه؟ بنابراین اگر میخوان اقتصاد رو درست کنن باید همه چیزش درست بشه. ملاحظه بفرمایید که بسیار خوبه که یه آدم سالم روزی 3-4 کیلومتر بدوه، ولی اگه کسی پاش شکسته چجوری بدون؟ این است که بنابراین صحبت میکنن که کارها باید درست بشه، اینجوری بشه، اونجوری بشه. این احتیاج هست که کل اقتصاد ایران روی حساب و کتاب سلامت گذاشته. آقای سبزعلی پور، فکر می‌کنم که هر دوی شما توافق دارید که اقتصاد ایران الان سالم نیست و به نوعی با پای شکسته تلاش می‌کنه بدوه. در چنین شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریم شدیده، آیت الله خامنه ای مانع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی میشه و در واقع یک خلأ 50000 میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌کنه. این دوگانگی، اینکه تصمیم‌های این چنینی بر عهده یک نهاده اما تصمیم‌های اجرایی بر نهاد دیگر بر عهده دولته، چه چالشی ایجاد میکنه برای اقتصاد ایران؟ اولا به این شکل نیست که خدمت شما عرض کنم. صدای منو داری؟ بله بله. اولا به این شکل نیستش که دوگانه باشه و تصمیمات به شکل دوگانه گرفته بشه. دولت موظف بودجه رو ببنده و در اون بودجه تمام اون منابعی رو که در سال آینده باید محقق بشه رو درش بیاره و درست تنظیمش بکنه. حالا اگر دولت میاد در این وسط یک بودجه رو تنظیم میکنه به صورت رویایی و میاد برای خودش یک سری حساب کتاب برمیداره و انجام میده که من این مقدار رو از نفت اگر بشود که نخواهد شد، این مقدار رو میام مثلا اوراق سلف نفتی میفروشم، این مقدار رو مالیات میگیرم، این مقدارم قشنگ دستم رو میکنم تو جیب مردم، از جیب مردم برمیدارم، بعدش هم میرم یه دستم رو میکنم تو صندوق توسعه ملی، یه مقدارم پول از صندوق توسعه ملی برمیدارم. اینجاست که میاد و نهایتاً به یه بنبستی برخورد میکنه که باید جلوش گرفته بشه. صندوق توسعه ملی برای این نیستش که هر وقت دولت ها به عنوان حیات خلوت دولت ها بشه که هر وقت پول نداشتن برن دستشونو بکنن در ولی حیات خلوت رهبر میتونه باشه؟ بحث حیات خلوت، مگه رهبر برای خودش داره استفاده سال میکنه؟ 98 150 میلیارد دلار برداشت کرد رهبری برای 150 میلیون یورو سال 98 از صندوق ذخیره ارزی برداشت شد برای صدا و سیما. در سالهای بعدی به تشخیص آیت الله خامنه ای برای بنیه تقویت بنیه دفاعی، پس عملا یک بخشی از بودجه مملکت تصمیمش در دست رهبری، اجرای بودجه بر عهده دولته. اصلا شما این رو به عنوان بودجه در نظر نگیرید که 150 میلیون یورو به فرض رهبری برای خودش که برنامه داشته، حالا به هر صورت برای صدا سیما یا برای تدافعی یک چیزی رو در نظر گرفتن که شاید این هم به صورت وام باشه که بخواد برگرد، که خیلی از صندوق توسعه ملی حتی بخش خصوصی میتونه وام بگیره و نهایتاً این رو به صورت ارزی برگردونه. اما اصلا این ربطی به این نداره که دولت بیاد هر وقت جایی نتونست پولی رو بفروشه
نهایتاً بیاد دستش رو بکنه داخل صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی اصلا یعنی چی؟ صندوقی که بیان 1% از منابع نفت رو که هر سال میفروشن بریزن داخل اونجا ذخیره بشه برای روز مبادایی که به هر صورت ازش بتونن استفاده کنن، نه اینکه دولت هر وقت دلش خواست. حالا دولت اگر اینجا اومده و دستش رو امروز میخواد از بابت کسری بودجه یا اینکه عدم تحققی که توی بودجه داره میخواد چه از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، نمیتونه. میاد میره کسب تکلیف بکنه که آیا من میتونم، چون صندوق توسعه ملی مال ملته و به خاطر اینکه مال ملته که یک نفر نتونه دستش داخلش بکنه، یک نفر بالا سر این قضیه باید باشه که هر کسی نتواند از اینجا به نفع خودش برداشت شخصی صحیح. انجام دهد. بله. و وقتی که امروز از رهبری درخواست میکنه که همچین چیزی رو که 38% باید از درآمد نفتی به داخل صندوق توسعه ملی ریخته بشه این رو نریزن، مقام معظم رهبری به این شکل موافقت میکنن که فقط 20% از درآمد نفتی، اونم به شرط اینه که تا 1,000,000 بشک نفت اگر فروش رفت 20% بریزن، یعنی 18% به دولت اینجا اجازه برداشت میدن در اصل، یعنی کم بریزن به صندوق توسعه ملی. ولی اگر بیش از 1,000,000 بشک در روز واریز کردن، اون رو بایستی 38% واریز بکنن. اینجا یک نظریه، تقریبا یک برنامه و یک تفکر هوشمندانه پشت سر این قضیه است. هم به این نامه‌ای که 6 آذر ماه نوشته شده برای مقام معظم رهبری پاسخ داده شده، هم بی اهمیتی نشده به رئیس جمهور، هم طوری برنامه‌ریزی شده که همه حساب کتاب تو رو صندوق توسعه ملی نچین. می‌خواستی درست برنامه‌ریزی بکنی و از منابع دیگه برای کشت و خودت برده. چرا توسعه غیر صادرات غیر نفتی رو اصلا در نظر نیاوردی؟ اصلا بخش خصوصی خب اجازه این نظر آقای دادخوارم بشنویم. آقای سبزعلی پور، شنیدید صحبت آقای سبزعلی پور آقای دادخواه؟ احساس می‌کنید که آیا شما دوگانگی می‌بینید در نهادهای تصمیم گیری در داخل ایران و فکر می‌کنید چه تأثیری بر اقتصاد داره؟ این تصمیم گیری‌ها بدون شک زیان بسیاری برای اقتصاد داره که کسی نمیدونه که جریان چطوریه. ولی صحبت اینی که میکنن که پولهای نفت رو نگه بداریم، این حرف درستی است. اگر اقتصاد ایران روی پایه و اساس درستی داشت میچرخید، ولی اقتصاد ایران در همچه حالتی نیستش. اگر که این پول نفت رو نگیرن چیکار میخوان بکنن؟ بایستی که برن از مردم مالیات بگیرن، مردم که درآمدی ندارن که مالیات بدن. بسیاری از شرکت ها هم که تحت اوامر بزرگان قوم مالیاتی نمیدن، بنابراین نفتی که نمیشه فروخت، مالیات هم که در اینجا نیستش، بس باید از کجا پول بیارن، شعبده بازی بکنن. که تنها کاری که میشه کرد اینست که پول چاپ بکنن. و شما توجه بفرمایید، در سال 1979 $1.07 بود، امروز 25,000 تومانه که البته تازه بیش از این هم هست و با پول ریختن نفت یه مقداری سعی میکنن جلوش بگیرن. بنابراین راهی در این نیستش که اولا اقتصاد مملکت روی حساب و کتاب باشه، دوم اینکه تصمیم گیری ها مشخص باشه. چیه؟ شما که نمیتونید یه رئیس جمهوری داشته باشین بعد هر روز یه روز بیان بگین که نه این کارو نکن، چرا سجده سهو کردی، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، این چه جور دولتی؟ متشکرم از هر دوی شما، کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن و محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر اقتصاد سیاسی. در روزهای اخیر در ترکیه اعضای یک باند تبهکار دستگیر شدند که گفته شده با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در ربودن و انتقال مخالفان حکومت همکاری می‌کردند. انتشار خبر بازداشت اعضای این گروه همزمان شده با اعدام روح الله زم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که به فرانسه پناهنده شده بود اما به گفته بعضی منابع با فریب به عراق کشانده و از آنجا به ایران منتقل شد. دستگاه‌های امنیتی ایران در کشورهای همسایه چقدر نفوذ دارند و چگونه عمل می‌کنند و آیا این کشورها برای منتقدان حکومت ایران امن هستند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی ببینیم از محمد امین. این صحنه‌های دستگیری اعضای باند مواد مخدری است که دستگاه اطلاعاتی ترکیه میگوید در عملیات ربایش و انتقال یک چهره مخالف حکومت ایران دست داشتند.
آنها میگویند این باند مواد مخدر را فردی به نام ناجی شریفی زیندشتی رهبری میکرده که اصالتاً ایرانی است، ولی تمامی 11 نفر دستگیر شدگان مرتبط با باند او اتباع خود ترکیه اند. دو مأمور سابق پلیس ترکیه هم در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. آقای زیندشتی پرونده های متعددی در پلیس و سیستم قضایی ترکیه داشته و چند ماه پیش هم خودش و عده‌ای از اعضای باندش بازداشت شده بودند. اینها تصاویر یکی از بزرگترین کارهایی است که گمان می‌رود این باند برای وزارت اطلاعات ایران انجام داده باشد. کشاندن این چهره، یعنی فرج الله کعب معروف به حبیب اسیوت، رهبر پیشین حرکت النضال، به استانبول و سپس بیهوشی و انتقال او به ایران. در این عملیات ظاهراً از این زن استفاده شده که به گفته ی رسانه‌های ترکیه با پاسپورت واقعی ولی مشخصات جعلی وارد ترکیه شد و بعد از روبودن آقای اسیوت از ترکیه به ایران برگشت. انتظار می‌رود که اطلاعات بیشتری راجع به این باند منتشر شود. اعضای این باند در تازه‌ترین مورد دستگیریشان حدوداً 10 روز پیش بازداشت شدند. ابتدا روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا این خبر را کار کرد و به دنبال آن تصاویر بازداشت و عملیات دستگاه اطلاعاتی ترکیه رسانه‌ای شد. آن هم در فضایی که روابط تهران و آنکارا بر سر شعر عرس که توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسمی در آذربایجان خوانده شده بود دچار تنش شد. حالا سیلی از گمانه‌زنی به راه افتاده که آیا باند تبهکاری آقای زیندشتی با شماری از حملات مسلحانه علیه ایرانیان منتقد حکومت در خاک ترکیه ربط داشته یا نه. مثلا این تصاویر که گفته می شود لحظه ترور مسعود مولوی روزنامه نگار ایرانی است که 3 سال پیش در استانبول کشته شد. و این سوال که آیا ایرانیان ساکن خارج از کشور باید بیشتر مراقب سفرهایشان به کشورهای اطراف ایران مثل ترکیه و عراق باشند؟ عراق همان جایی بود که این چهره روح الله زن به آنجا جذب و سپس ظاهرا دستگیر و تحویل ایران شد. اعدام آقای زن چند روزی است که فضای داخلی و روابط خارجی حکومت ایران را زیر سایه خود گرفته. حکومت ایران در چند سال گذشته توانسته شمار قابل توجهی از مخالفان و چهره‌های مرتبط با عملیات مسلحانه علیه خود را به نحوی به داخل ایران منتقل کند و سپس با پخش اعترافات تلویزیونی از آنان تصویری از داشتن توانایی ضربه زدن به مخالفان در خارج از مرزهای ایران ترسیم کند. از ماجرای جمشید شارمه، سخنگوی گروه پادشاهی تندر که امسال رسانه‌ای شد، تا روح الله زم، حبیب اسیوت، تا عبدالملک ریگی، رهبر گروه موسوم به جندالله که در عملیات رهگیری هوایی یک پرواز مسافربری بین المللی دستگیر و جلوی دوربین ها قرار داده شد. محمد امینی، بی بی سی. بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ در جمهوری چک. با ماست آقای قلی‌پور. فکر میکنید که علت افزایش عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چی میتونه باشه؟ آقای قلی‌پور صدای منو میشنوید؟ پرسیدم می‌کنید علت افزایش عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چی میتونه باشه؟ ببینید یک بخش قابل توجه از این عملیات‌ها به خاطر خروج مخالفین جمهوری اسلامی از کشور و تمرکزشون در ترکیه بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی در این سال‌ها با توافق نامه‌نوشته امنیتی که با دولت آقای اردوغان داشتن تونستن عملیات های از این دست در سالهای مختلف داشته باشن. بخش عمده ای از این در واقع عملیات ها که ما الان یک مورد رو رسانه ای شده که اعضای باند گرفته شدن، بخش عملیاتی این در واقع سازمان هست. بخش طراحی، سازماندهی، تعقیب، مراقبت این سازمانی که الان در ترکیه فعال از دید نظر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از هنوز شناسایی نشده، این گروهی که بازداشت کردن در واقع مسئول عملیات انتقال یا کشته شدن بخشی از مخالفین رو داشتن. بخش قابل توجهی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، هم از اعضای رسمی در واقع سازمان مخبرین، سازمان خبرچیان و مجموعه کسانی که در ترکیه الان به نفع جمهوری اسلامی و علیه مخالفین جمهوری اسلامی در ترکیه و کشورهای منطقه فعال هستند، هنوز شناسایی نشدند.
و چیزی که ترکیه تا الان منتشر کرده برای شما منتشر کنن مربوط به بخش عملیاتی یا اجرای بخشی از عملیات سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی هستش که در ترکیه فعال هستن. میفرمایید که توافق نانوشته که البته خب ادعای بزرگیه، من مطمئن نیستم ادله‌ای وجود داشته باشه که تایید بکنه که این توافق بین دولت ترکیه و ایران رو، اما اگر چنین توافقی وجود داشته باشه آیا الان سیاست ترکیه در قبال ایران تغییر کرده؟ ببینید آقای اردوغان نشون داده که یک بازیگر در واقع قهار هستش، با در واقع سوزوندن این گروه خواسته پیام سیاسی مشخصی به ایران بده. در این سالهای اخیر ما گزارش‌های متعددی داریم که دو کشور تبادل در واقع فعالین سیاسی با هم داشتن، هرچند به طور نانوشته گزارش منتشر شده که سال گذشته دست کم دولت ترکیه 32 پناهجوی کرد ایرانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن رو تبادل کرده که اسم خوبیت یکشون هم فاش شد سال گذشته. به نظر میرسه که ترکیه در یک مبادله باستان تاکید کنم نانوشته دست کم سکوت کرده مقابل مجموع عملیات و مجموع اقداماتی که جمهوری اسلامی در ترکیه در خاک ترکیه علیه مخالفین خودش میکنه، که قطعاً دولت ترکیه هم در قبال این سکوت منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی از جمهوری اسلامی دریافت میکنه که دست کم مقام های ایرانی در این حوزه تا الان سکوت اختیار کردن و توضیحات روشنی ارائه نکردن. در جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی موازی وجود داره، فکر میکنید که این افزایش عملیات برومرزی از جمله آدم ربایی که نسبتاً جدیده، فکر میکنید این ناشی از یک سیاست کلی امنیتی جمهوری اسلامیه یا ناشی از رقابتهای بین این نهادهای موازی؟ ببینید من به طور مشخص بخوام بگم از زمانی که دولت آقای روحانی در ایران به قدرت رسید تقریبا عملیات برون‌مرزی سیستم های امنیتی به طور عام در اروپا و در ترکیه و حتی در عراق افزایش قابل توجهی نشون داد. ما در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی‌نژاد مجموع این عملیات ها بسیار کم هست، تقریبا اخباری ما نداریم که نشون بده که جمهوری اسلامی در اروپا یا کشورها عملیات‌ها یا ربایش یا ترورهایی داشتن. در دولت آقای روحانی این افزایش قابل توجهی داشته که به نظر میرسه که روی کرده دست کم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی بر خود و برخی از مخالفان یا مخالفان جدی و تاثیرگذار در خارج از خاک ایران از جمله ترکیه و اروپا میتونه باشه. متشکرم بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار. از خواهی میکنم که کیفیت خطمون با آقای قلی‌پور خیلی عالی نبود. در آمریکا کالج الکترال دیشب پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. از 538 عضو این مجمع 306 نفر به آقای بایدن رای دادند و 232 رای به نام دونالد ترامپ ثبت شد. این آرا حدود 3 هفته دیگر بعد از آنکه به تایید کنگره برسد قطعی و رسمی خواهد شد. آقای بایدن پس از پایان این روند گفت با وجود همه موانع حرف مردم و دموکراسی به کرسی نشست. دونالد ترامپ و حامیانش از یک ماه پیش با طرح اتهام تقلب در انتخابات سعی کردند از قطعی شدن شکست او جلوگیری کنند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. برگزینندگان به اتفاق 16 رای به جوزف آر بایدن دادند. آنچه عیان بود بیان شد. پیروزی جو بایدن با 7 میلیون رای بیشتر که 5 هفته پیش تکلیفش معلوم شده بود، با رای اعضای مجمع گزینندگان معروف به کالج الکترال دیروز رسمیت یافت. 20 رای برای ریاست جمهوری آقای جو آر بایدن و 20 رای هم برای معاونش خانم کامالا دی هریس. روندی فرمالیته و تشریفاتی که در انتخابات‌های پیشین آمریکا نه توجه چندانی جلب می‌کرد و نه خبرساز می‌شد. اما این دوره در پی ادعاهای تقلب از سوی آقای ترامپ و تلاشش برای تغییر نتایج زیر ذره‌بین حامیان او و رسانه ها قرار گرفت. تهدیدهای بعضی هواداران رئیس جمهوری سبب شد در تعدادی از ایالت‌های حساس مثل میشیگان ساختمان مجلس ایالتی برای تأمین امنیت اعضای مجمع گزینندگان بسته شود. در ایالت آریزونا هم مکان جمع شدنشان را اعلام عمومی نکردند و در ایالت ویسکانسن اعضا از دری مخفی وارد مجلس محلی شدند.
حتی پیش از این رای گیری رد بیش از 50 شکایت دونالد ترامپ و همحزبی‌هایش در دادگاه‌ها در ماه گذشته امیدهای او و حامیانش برای ابطال انتخابات را به یأس تبدیل کرده بود. یک موفقیت آقای ترامپ در این مدت اما نزدیک 300 میلیون دلاری است که او به اسم مبارزه با تقلب از دوستدارانش جمع کرده. عمده این رقم هنگفت خرج نشده و برای مبارزات انتخاباتی در سالهای آتی در اختیارش خواهد ماند. در مقابل جو بایدن که در این مدت با ابراز اطمینان از بیفایده بودن تلاش‌های رقیب برای تغییر نتایج انتخابات چندان به درگیر شدن مستقیم با آقای ترامپ تمایلی نشان نمی‌داد، دیشب پس از نهایی شدن آراء الکترال لحنش را تغییر داد و ترامپ و حامیانش را به خاطر آنچه ضربه زدن به دموکراسی آمریکا خواند به شدت مورد انتقاد قرار داد. تلاش کردن قاضی‌های دیوان عالی را مجاب کنند رأی 20 میلیون آمریکایی را باطل کنند تا بتوانند ریاست جمهوری را به نامزدی بدهند که هم در مجموع آرا شکست خورد، هم در آرا الکترال و هم در ایالت‌های حساسی که می‌خواستند نتایج آرای مردم را در آنها عوض کنند. چون این حرکت افراطی در کشور ما سابقه ندارد. آنها هم به اراده مردم بی احترامی کردند و هم حاکمیت قانون و قانون اساسی را زیر پا گذاشتند. خوشبختانه همه 9 قاضی دیوان یک جا و بیدرنگ این تلاششان را ناکام گذاشتند. رسمیت یافتن پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بعید است به ادعاهای تقلب از سوی او خاتمه دهد. آنچه دیگر در آن شکی نیست سوگند خوردن جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا در روز اول بهمن 20 ژانویه است. بهمن کلبوسی، BBC، نیویورک. سث ویدرز، استراتژیست جمهوری خواه و همچنین مدیر کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت جورجیا از آتلانتا با ماست. آقای ویدرز، خوش آمدید به برنامه. میچ مک‌کانل هم تبریک گفت پیروزی آقای بایدن رو، اما آقای ترامپ هنوز شکست رو نپذیرفته. فکر میکنید که بر چه اساسی هنوز داره پافشاری میکنه؟ مشکلات و مسائل زیاد از نظر انتخاباتی بود در فرآیند انتخاباتی. حالا اون که چی در دادگاه ثابت شده یا نه یک بحث دیگری است، اما پرزیدنت ترامپ به این آسونی تسلیم نخواهد شد و او تلاش خواهد کرد که هر کاری که میتونه بکنه برای اینکه نتیجه انتخابات رو برگردونه. بعضی از ایالت‌ها، مثلا در ایالتی که من درش هستم جورجیا، فقط حدود 10,000 رأی اختلاف داشتیم. بنابراین کافیه که یک تصحیح کوچکی در آرا صورت بگیره تا اینکه این نتیجه این ایالت تغییر کنه. بنابراین باید منتظر بشیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی شما هنوز امیدوارین که ممکن نتیجه انتخابات تغییر کنه؟ I personally do not have a lot of hope that من شخصا امید زیادی ندارم که این امکان باشه. من فکر می‌کنم که فرصت لازم برای این قضیه در از دست رفته. بعد چیزهای دیگری که باید تصمیم می‌شد باید قبل از انتخابات تصمیم می‌شد. مثلا ما به اصطلاح یک سری دراپ باکس هایی داشتیم در ایالت خودمون جورجیا که مردم میتونستن برن و رأی خودشون رو به اون جعبه، به اون دراپ باکس بندازن و خب این زمینه رو مهیا میکنه برای تقلب. بنابراین این مسئله این قابل قبول نیست، ولی خب دیگه انجام شده. رقابت بر سر 2 کرسی سنا در ایالت جورجیا، ایالت شما، بسیار رقابت حساسیه. فکر نمی‌کنید که آقای ترامپ باید الان تمرکز بکنه برای حفظ اون 2 کرسی برای حزب جمهوری خواه؟ طبیعتاً من میخوام که او تلاش زیادی بکنه در این جهت و او الان داره تلاش میکنه. تا از زمان خود انتخابات به جورجیا اومده برای 2 سناتوری که از حزب جمهوری خواه در رقابت هستن کمپین کنه. معاون او آقای پنس هم اینجا اومده. بنابراین
باید بگیم که پرزیدنت ترامپ تلاش بیشتری هم کرده در این زمینه برای اینکه ما میدونیم این دو سناتور از جورجیا باید دوباره انتخاب بشن، بنابراین حتما در این زمینه تلاش خواهد کرد. در سالهای پیش رو ارتباط آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه رو چطور میبینید، خصوصا با توجه به استعفا یا برکناری ویلیام بار وزیر دادگستری؟ فکر میکنید که ارتباط دوستانه ای خواهد بود؟ Absolutely. He's still incredibly popular. قطعاً پرزیدنت ترامپ همچنان در پایگاه حزب جمهوری‌خواه خیلی محبوب هست. اگر کسی فکر کرده که بعد از انتخابات، بعد از تحلیف آقای بایدن کنار خواهد رفت، از صحنه سیاسی حذف خواهد شد، اشتباه میکنن. او واقعا مثل یک پدرخوانده میمونه، نمیشه او را حذفش کرد و 95% نرخ محبوبیت اوست در بین جمهوری خواهان که بسیار بسیار باور نکردنی چنین میزانی از محبوبیت. بنابراین در تعیین نامزدهای بعدی حزب جمهوری خواه هم اون نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت. متشکرم. سث ویدرز، استراتژیست جمهوری خواه با ما. واکسیناسیون سراسری کرونا در آمریکا با تزریق اولین واکسن به پرستاری در نیویورک آغاز شده. آمریکا با بیش از 300 هزار جان باخته بیشترین شمار قربانیان کرونا در جهان را ثبت کرده. در اروپا با نزدیک شدن عید میلاد مسیح، بعضی کشورها محدودیت‌های بیشتری اعمال کردند. در بریتانیا 34 میلیون نفر، در لندن و بخش‌های دیگری از انگلستان وارد بالاترین سطح محدودیت‌ها شدند. باران عباسی نگاهی کرده به وضعیت کرونا در بعضی نقاط جهان. لحظه تزریق اولین واکسن کرونا در آمریکا. ساندرا لینزی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در نیویورک، جایی که بیش از 100 هزار بیمار کرونا تحت درمان قرار گرفتند، در ایالتی که ماها کانون کرونا در آمریکا بود. احساس امیدواری می‌کنم. نگرانیام کمتر شد و خوشحالم که بهبودی در راهه. امیدوارم امروز آغاز پشت سر گذاشتن این دوران بسیار سخت در تاریخ ما باشه. محموله‌های واکسن به همه 50 ایالت فرستاده شده. هدف واکسینه کردن 20 میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی، یعنی ظرف 2 هفته آینده است. بزرگترین برنامه واکسیناسیون اضطراری در تاریخ آمریکا. همزمان با ثبت یک رکورد غم‌انگیز دیگر، عبور شماره کل جانباختگان از مرز 300 هزار نفر بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز. در بریتانیا نوای غمگین شدیدتر شدن شیوع بیماری در روزهای منتهی به عید میلاد مسیح. از نیمه شب امشب بخش‌های بیشتری از انگلستان از جمله لندن وارد سطح سوم محدودیت‌ها می‌شوند. مقررات سخت‌تر برای 34 میلیون نفر. تنها 2 هفته بعد از پایان قرنطینه سراسری، تئاترها و سینماها بار دیگر تعطیل خواهند شد و بارها و رستوران‌ها تنها می‌توانند غذا برای بیرون بردن تحویل دهند. در حالی که شمار مبتلایان در بعضی نقاط کشور هر هفته 2 برابر می شود، وزیر کشور می گوید چاره جز تعطیلی نیست. تجربه نشون داده اقدام سریع مانع وقوع مشکلات بزرگتر و طولانی‌تر در آینده میشه. وقتی ویروس سریع حرکت میکنه، ما هم باید سریع حرکت کنیم و اقداماتی انجام بدیم که شاید آسون نباشه ولی مؤثره. همزمان نگرانی ها از شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا در جنوب انگلستان، گونه ای که به نظر میرسد سرعت شیوع بیشتری داشته باشد. دانشمندان در تلاش برای یافتن پاسخ این سوال که آیا این گونه جدید در مقابل واکسن مقاوم است یا نه. در هلند اعتراض مقابل دفتر نخست وزیر در پی تصمیم دولت برای اعمال دومین قرنطینه سراسری. همه مدرسه ها و فروشگاه ها، بارها و رستوران ها به مدت 5 هفته تعطیل خواهند بود.
هر روز به طور متوسط 60 نفر از کرونا میمیرن و حدود 9000 مبتلای جدید ثبت میشه. تعداد بستری ها در بیمارستان ها در موج دوم بیشتر از موج اوله. ظرفیت بیمارستان ها و مراکز درمانی پر شده. برخلاف آنچه معترضانی که بیرون جمع شدن فکر میکنن، این بیماری یک آنفولانزای معمولی نیست. ما با ویروسی طرفیم که میتونه هر کسی رو به شدت بیمار کنه. در کره جنوبی کافه ها و رستوران ها شاید به زودی تعطیل شوند. با حدود 900 مبتلای روزانه، دولت نگران شدیدتر شدن موج دوم بیماری. این کافه در سئول اما همچنان پذیرای مهمانان مشتاق آغوش گرفتن و بازی با گربه ها. امسال حال و هوای کریسمس نداره، اما دیدن گربه های ملوس که لباس بابا نوئل پوشیدن حس و حال بهتری به آدم میده. سپری کردن ساعتی در آرامش در آخرین روزهای سالی که بسیاری برای خداحافظی با آن لحظه شماری می کنند. مری کریسمس. باران عباسی، بی بی سی. پارلمان اروپا قرار است با صدور قطعنامه‌ای موارد اخیر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کند. گفته شده در این قطعنامه به وضعیت نسرین صدوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، و احمد رضا جلالی، محقق ایرانی سوئدی محکوم به اعدام هم اشاره می شود. هانا نیومان، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبز آلمان از بروکسل بلژیک با ماست. خانم نیومان، ابتدا میشه به ما بگید که در بیانیه قراره به چه مواردی اشاره بشه؟ Good evening from Brussels, Rana. عصر شما بخیر رانا از بروکسل. پارلمان اروپا خیلی نگران وضع نگران کننده و بیش از پیش ناراحت کننده حقوق بشر در ایران هست. پرونده نسرین ستوده رو داریم و البته پرونده آقای جلالی هست، آقای زم که هفته گذشته اعدام شد. بنابراین ما داریم از رژیم ایران میخوایم که همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنند و همچنین به عدم پاسخگویی کسانی که سرکوبگر تظاهر کنندگان در خیابان‌ها بودند در این سالهای اخیر به اون هم خاتمه بدن. اتحادیه اروپا به غیر از محکوم کردن از چه ابزاری میتونه استفاده بکنه برای فشار به جمهوری اسلام؟ I think it is very important that the European Union and اینکه خیلی مهمه که اتحادیه اروپا و هر کشور عضو اون خیلی روشن کنه برای رژیم ایران که اگر به این وضع کنونی ادامه بدن، به این کارنامه حقوق بشر خودشون ادامه بدن، بسیار بسیار منزوی خواهند شد. خیلی هم مهمه که ما یک پیام روشن همبستگی به مردم ایران که در خیابان‌ها هستند و خواستار حقوق خودشون هستند، خواستار حکومت قانون هستند، بفرستیم. من فکر میکنم که تحریم علیه کل کشور ایران شاید به ضرر مردم باشه. بنابراین ما میخوایم از اتحادیه اروپا بخوایم که هدفمند تحریم وضع کنه علیه اون اجزایی از رژیم که مقصر نقض حقوق بشر هستن. خانم نایمان، این چقدر موضع کل اتحادیه اروپا است؟ به این دلیل که مخالفان جمهوری اسلامی کشورهای اروپایی رو متهم میکنند به مماشات با جمهوری اسلامی. Well, for sure, the European Union is not complacent. اتحادیه اروپا نمیشه گفت که مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. حقوق بشر همواره یکی از هسته های اقدامات در کانون و در قلب اقدامات اتحادیه اروپا در قبال ایران بوده. من خودم یکی از فعالان و نویسندگان این بیانیه امروز بودم. در چپ، در راست، در میانه طیف سیاسی مثل ما سبزها، ما پشت این قطعنامه بودیم و خب منطق کلی پارلمان اروپاست و یک اکثریت قاطع داشته. بیش از 90% فردا در مورد این قطعنامه هم رأی خواهند بود. هانا نیومان، نماینده پارلمان اروپا با ما. و
وزیر خارجه ایران تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرد و گفته تهران در کنار مردم و دولت ترکیه می‌ایستد. محمد جواد ظریف در توییتی نوشت که در جریان تحریم ترکیه، آمریکا بار دیگر آنچه را که او اعتیاد به تحریم و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی خوانده به نمایش گذاشته. آمریکا دیروز سازمان صنایع نظامی ترکیه، رئیس و 3 تن از مقام‌های عالی رتبه این سازمان را تحریم کرد. این تحریم‌ها به این دلیل وضع شدند که ترکیه سیستم دفاع موشکی S-400 را از روسیه خریده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. همه چیز از اینجا شروع شد. هواپیمای روسی که بخشی از سیستم دفاع موشکی S-400 را به ترکیه برد. آن هم بعد از مخالفت سرسختانه واشنگتن با تصمیم آنکارا برای خرید این تجهیزات. حالا واشنگتن می‌گوید به تهدید چند ماه اخیرش جامعه عمل پوشانده و ترکیه را تحریم کرده. تحریمی که بر اساس بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا سازمان صنایع نظامی ترکیه و مقام‌هایش را هدف گرفته. این تحریم می‌تواند تمامی معاملات این سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسیش را به وام‌های خارجی قطع کند. برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تحریم‌های جدید در واقع برگی دیگر از دفتر تنش فزاینده است که یک سالی است میان آنکارا و واشنگتن آغاز شده. از آمریکا به عنوان متحدمان در ناتو انتظار داریم که در جنگ با سازمان‌های تروریستی به ما کمک کند، نه اینکه تحریممان کند. ما کشوری نیستیم که هیچ وقت به دنبال تنش و درگیری با همسایگانش یا هر کس دیگری باشد. دست کم همسایه شرقی ترکیه یعنی ایران در این ماجرا پشت ترکیه ایستاده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی با هشتگ اول همسایگان به تندی از آمریکا انتقاد کرد و نوشت که ایران همدوش ملت و دولت ترکیه ایستاده، موضعی که با توجه به مجادله طولانی ایران و آمریکا قابل پیش بینی به نظر می رسید. سیستم دفاع موشکی S-400 در واقع نسخه ارتقا یافته سیستم S-300 است که توسط روسیه ساخته شده و در دسته یکی از پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی جهان قرار دارد. ترکیه در حالی برای خرید این سیستم سراغ مسکو رفت که پیشتر در فهرست خریداران هواپیماهای F-35 آمریکایی قرار داشت. جنگنده های F-35 که آنها نیز از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی محسوب می شوند، در واقع یکی از همان اهدافی هستند که سیستم هایی مانند S-400 برای مقابله با آنها طراحی شدند. مسئله‌ای که ریشه نگرانی آمریکا از فروش آنها به کشوری بود که بخواهد همزمان از S-400 هم استفاده کند. آمریکا با این استدلال که نمی خواهد جزئیات فنی محرمانه این هواپیما به دست روس‌ها بیفتد، قرارداد فروش آنها را به ترکیه لغو کرد. صنایع نظامی ترکیه در حالی از سوی آمریکا تحریم شده که هر دو کشور عضو ائتلاف نظامی ناتو هستند و بر اساس منشور این ائتلاف اگر به یکی از این دو کشور حمله شود، دیگری باید به کمکش بیاید. موقعیت متناقضی که حالا با تحریم‌ها در آخرین هفته‌های دولت دونالد ترامپ شرایط پیچیده‌تری هم پیدا کرده و به یکی دیگر از گره‌های تبدیل شده که باز کردنش برای دولت بعدی آمریکا دشوارتر خواهد بود. کیوان حسینی. دیشب در دبی و در حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، فدراسیون‌های فوتبال امارات و اسرائیل تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو کشور از این پس دیدارهای دوستانه باشگاهی و ملی برگزار می‌کنند. اسرائیل تا سال 1974 عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، ولی از 26 سال پیش به عضویت اتحادیه فوتبال اروپا درآمده. این تفاهم و تفاهم‌های احتمالی بعدی بین اسرائیل و کشورهای منطقه برای فوتبال ایران چه مفهومی خواهد داشت؟ در این مورد صحبت می‌کنیم با پوریا ژافره. اول گزارش ببینیم از اون. Ladies and gentlemen, Shalom Kolam. ملاقاتی تاریخی با نظارت رئیس فیفا اینجا در دبی. رؤسای فدراسیون‌های فوتبال امارات متحده عربی و اسرائیل تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند. در پی برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور که چند ماه پیش صورت گرفت. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور قرار است به زودی یک مسابقه دوستانه برگزار کنند. جان اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فیفا، راضی از آن که فوتبال بار دیگر باعث نزدیک شدن کشورها شده.
افتخار میکنم که امروز اینجا ناظر این تفاهم‌نامه بین اسرائیل و امارات متحده عربی هستم. چنین حرکت‌هایی برای آینده ما کلیدی هستند، چون نشون میدن که فوتبال میتونه آدم‌ها رو به هم نزدیک کنه، کشورها رو به هم نزدیک کنه، حتی کشورهایی که رابطه نداشتن که تو این مورد الان رابطه پیدا کردن. به خاطر فوتباله که تفکرات ما تبدیل به واقعیت میشن. 46 سال بعد از اینکه فوتبال اسرائیل از کنفدراسیون فوتبال آسیا کنار گذاشته شد، زمانی که به جز ایران بقیه کشورهای مسلمان کنفدراسیون فوتبال آسیا با اسرائیل بازی نمی کردند. اینجا استادیوم امجدیه 52 سال پیش. مسابقه حساس تیم‌های ایران و اسرائیل در دیگی جوشان وسط تهران، مسابقه که ایران با گل دقیقه 90 ستاره آن زمانش پرویز قیلیچخانی 2-1 برنده شد و برای اولین بار قهرمان قاره. اسرائیل حالا سالهاست که عضو اتحادیه فوتبال اروپا شده و تیمهایش در تورنمنت‌های اروپایی بازی می‌کنند. مسئله‌ای که از نظر مالی به نفع فوتبال این کشور و باشگاه‌هایش شده و شاید دلیلی محکم برای بازنگشتن به فوتبال آشفته آسیا. ما الان تو اروپا هستیم و خوشحالیم از اینکه عضو اتحادیه فوتبال اروپا هستیم. همونطور که میدونین اونجا رقابت خیلی سخته، ولی ما عضو یوفا هستیم و برنامه‌ای برای بیرون اومدن از اونجا نداریم. همکاری که مختص فوتبال ملی نیست. همین چند روز پیش پسر حاکم ابوظبی و رئیس امارات در یک حرکت جنجالی 50% سهام باشگاه اسرائیل بیتار اورشلیم را خرید. جنجالی از این جهت که این باشگاه به دست راستی بودن معروف است و هوادارانش همیشه به نجات پرستی و عرب ستیزی متهم بودند. باشگاهی که بعضی از هوادارانش به اینکه هیچگاه بازیکن عرب نداشته افتخار می‌کنند، حالا یک صاحب عرب پیدا کرده است و این عکس العمل هواداران افراطی بیتار اورشلیم به مالک جدیدشان. در هر صورت روند تحکیم روابط اسرائیل و امارات پیش می‌رود، اتفاقی که هم طرفدار زیاد دارد و هم منتقد. ورزش و فوتبال هم در این ماجرا استثنا نیستند. پوریا جعفر، بی بی سی. پوریا جعفر خبرنگار ورزشی ما در استودیو به ما پیوسته. پوریا، چقدر واقعا احتمال داره که اسرائیل برگرده به کنفدراسیون فوتبال آسیا؟ از نظر من صفر احتمالش. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که خودتون رو میذارید جای فدراسیون فوتبال اسرائیل و میبینید که تو اروپا چه مزیت‌هایی شامل شما میشه و در آسیا وضعیت فوتبال چقدر پایین‌تره، سطح فوتبال چقدر پایین‌تره، خیلی ها چون که بحث ملیه فوتبال ملی رو فکر میکنن، ولی بزرگتر از فوتبال ملی فوتبال باشگاهیه. خب اگه برگردن تو آسیا شانس رفتنشون به جام جهانی خیلی بیشتر میشه، چون با کشورهای آسیایی رقابت کنن. براشون اهمیتی نخواهد داشت، به خاطر اینکه اولا که با بزرگتر شدن جام ملت‌های اروپا شانس اسرائیل برای رسیدن به جام ملت‌ها هم بیشتر خواهد شد و تو آسیا هم دردسرهای زیادی هست. قبل از اینکه برسیم به اینکه چه مشکلاتی برای اونها وجود داره، از نظر طرفداران فوتبال تو اسرائیل بازی کردن با تیم‌های اروپایی نه فقط پول بیشتری میاره، بلکه افتخار بیشتری هم میاره، اعتبار بیشتری هم میاره. الان دو تا کشور مثلا توی آسیا در نظر بگیرید، تیم‌های فوتبال گنده، الهلال ریاض تو عربستان، پرسپولیس تهران در ایران، مثلا تیم گنده اسرائیل مکابی تل آویو بیاد یه بار با اینا بازی کنه، خب از نظر میدیا و مثلا بزرگ بودنش و اینا یه بارش همه نگاه میکنن، خیلی هم ممکنه که واسه شون جالب باشه. ولی بقیه موقع ها بازی کردن با پرسپولیس طرفدار بیشتر میاره، تماشاچی بیشتر میاره، یا بازی کردن با منچستر یونایتد، یا بازی کردن با چلسی. خب در رابطه با اسرائیل مسائل ملی هم هست دیگه، یعنی اون به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای عرب آسیایی. همون به رسمیت شناخته شدن، شاید باورت نشه، من خودم قبلا دو تا بازی تیمای اسرائیلی رو دیدم. یه زمانی تو قبرس زندگی میکردم، به خاطر اینکه مسابقات تو اسرائیل برگزار نمیشد به دلیل امنیتی، مثلا آس میلان یا منچستر یونایتد با همین هاپوئل بیرشوا یا مکابی تل آویو بازی میکردن تو قبرس و همه میومدن اونجا نگاهشون میکردن. الانم این تیما وقتی که با تیمای بزرگ اروپایی بازی میکنن، از هند گرفته تا چین گرفته تا آمریکای جنوبی نگاه میکنن
کنن اونا رو، و همینطور بازیکنای گنده تر دوست دارن بیان تو تیمای اسرائیلی بازی کنن به خاطر اینکه فرصت اینه دارن که تو جام‌های معتبر اروپایی باشن. حالا اصلا چی شد که رفتن اینا از آسیا؟ دلیلش این بودش که هیچ کس به جز ایران باهاشون بازی نمی‌کرد، حتی کره شمالی باهاشون بازی نکرده تو تهران. و داستان خیلی بامزه‌ای هم داره که حالا سعی می‌کنم که در مورد این یه مقاله بنویسم، که در اون زمان فدراسیون فوتبال کامبیز آتاوای که خودش رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بود، در اون مقطع تورنمنت ها دعوتی بود، یعنی که دعوت میکردید کدوم تیما بیان به عنوان میزبان، شما اجازه داشتید بگید کدوم تیما بیان بازی کنن. اون موقع رئیس فدراسیون آقای آتاوای و دبیر فدراسیون آقای دیدبان به این نتیجه میرسن که اگر که اسرائیل رو دعوت بکنن، کشورهای عرب منطقه نمیان تو ایران مسابقه بدن باهاشون. لبنان بازی نکرده بود، سوریه بازی نمیکرد، عربستان و بقیه هم که جای خود داشت. و به شاه گفتن، محمد رضا شاه پهلوی، که اگر که ما کشورهای عربی رو دعوت بکنیم اسرائیل نمیاد، اگر اسرائیل بیاد اونا نمیان. ولی که واسه ما برای اعتبار تورنمنت بهتره که کشورهای عربی رو دعوت بکنیم که تعداد بیشتری خواهند داشت. و جالبم اینجاست، یه تورنمنت جوانان بوده. بعد از اینکه محمد رضا شاه این رو تایید میکنه و میگه که اگه که فکر میکنید که این کار درسته، برید انجام بدید و اسرائیل رو دعوت نکنید. دوره قبلی جام دست اسرائیلی‌ها مونده بوده و بعد از اینکه میفهمن که ایران دعوتشون نمیکنه، جام رو نمیدادن. دو تا از یهودیای خیلی بزرگ اون موقع ایران رو مأمور میکنن که برن اسرائیل جام رو برگردونن به ایران. و الان فقط مسئله ایران نخواهد بود اگه اسرائیل بخواد برگرده، که نمیخواد برگرده به همون دلایلی که گفتم، به خاطر اینکه اولا مثل استرالیا که اومد عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا شد، همگی اعضا باید تایید بکنن که اسرائیل بیاد، و فقط ایران نیست، قاعدتا لبنان یا سوریه هم میتونن رأی مخالف بدن اگر که بقیه کشورها ندن. و در نهایتش دنیای فوتبال با دنیای سیاست یه خورده فرق میکنه. شاید برای خیلی جالب باشه که بدونن که کشور اسرائیل رو بن گوریون در سال 1948 تأسیس کرد، ولی فدراسیون فوتبال اسرائیل 20 سال قبلش تأسیس شده و در سال 1929 وضعیت فیفا در اومده. وضعیتی که واسه فلسطین امروز داریم به عنوان یک کشور نیست. اینم خیلی عجیبه که قبل از تشکیل کشور اسرائیل فدراسیون فوتبال داشت. به خاطر اینکه یهودیایی بودن تو اون سرزمین که فوتبال بازی میکردن. حتی 5 تا تیم توی غزه داشتن، توی کرانه باختری داشتن، جاهایی که ما بهش میگیم سرزمین فلسطینی. و همین الان که داریم صحبت میکنیم، فلسطین یک عضو فیفا است و کنفدراسیون فوتبال آسیا، ولی هنوز یک عضو دائم سازمان ملل نیست. متشکرم پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما با اطلاعات همیشه شنیدنیش. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.